اگه میخوای بازیگری یاد بگیری، حتی بتونی نقش جوکر هم بازی کنی، باید چند تا متد بازیگری یاد بگیری که این ویدیو بهت اینا رو یاد میده. سلام، خوش اومدین به مون ویلا. من حسین وکیلی هستم و اینجا مجموعه ورزشی آزادی، اما میخوایم درباره متدهای بازیگری باهاتون صحبت کنیم. شدید میگن که بازی نکن زندگی کن، اما این یه سری متدها و روشایی داره که بازی شما طبیعی به نظر برسه. برای اینکه این روشها و متدها رو بهتون بگیم، دعوت میکنیم از یک بازیگردان، بازیگر در تلویزیون و تئاتر مملکتمون، آقای علیرضا ضیایی، که این چیزها رو به شما بهتر بگه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ آیه ضیایی، من برای اینکه شما بیشتر صحبت کنی و سلام بگی و ادامه داستان، میکروفونو میذارم به خودت. بزنین ولی بزنم باد نیاد. به نام خدا، سلام علیکم. من علیرضا ضیایی و اینجا موویلاس. خوبی؟ خوبی، مرسی، ممنون. خب آیه ضیایی، شنیدی میگن که برای طبیعی بازی کردن نباید ادا در آورد، نباید فیلم بازی کرد، نباید دوربین رو حس کرد، باید واقعی بود. اصلا انگار این چیه داستان؟ ببینید، کلا توی فضای سینما و تاریخ سینما به تجربه بازیگرها، کارگردانها، یک سری متدها به وجود اومد، یه سری روش کارها که میشه گفت در واقع تجربه و علمیه که الان تبیین شده. خیلی دارم آکادمیک و دانشگاهی میگم، ولی معروف ترینش و مرجع ترینش تو روزگار ما متد استانیسلافسکیه. یه لحظه وایسا، قبل اینکه بگی قیاشو، چند تای کلا اینا که زیاده بگی؟ یعنی اونقدر این چیزایی که شاید ما الان در موردش صحبت کنیم، سه چهار تا باشه. چند تاشو باشه؟ میگی؟ سه تا چهار تاشو. سه یا چهار. ببینیم چه جوری. اولی همون استانیسلافسکیه که در واقع مرجع اکثر متدای قبلی هم هست. مثلا استانیسلافسکی میگه تحقیق، مطالعه و تمرین زیاد مبنای اصلی این متده. یعنی شما تمرین های سخت بدنی داری، تمرین های بیان داری، تمرین های میمیک داری و در این حال تحقیق، مطالعه و مرور بسیار زیاد. کمی هم این متد متدیه که تاریخ پشتوانشه، یعنی متد بروز و جدیدی نیستش. حالا بروز شاید لغت خوبی نباشه، چون متد مرجعیه. میگن تمرین کن تا به یه چیزی برسی. آره، یه بیس این مدلی داره که هزاران صفحه میشه در موردش مطالعه کرد، تحقیق کرد و خون. یه سری متدای دیگه از بین این لغت به لغت‌های متد استانیسلافسکی اومد، که یکیش متد استل آدلر بود، یکیش متد لی استراسبرگ، که احتمالاً لی استراسبرگ رو توی فیلم پدرخوانده دیده باشی. یه بادی اسمش رو میگی؟ متد اکتینگ که برای لی استراسبرگ تو فیلم پدرخوانده در واقع میتونید ببینیدش، و بازیگردان آلپاچینو هم بوده، چون آلپاچینو مستقیم از متد اکتینگ توی اکثر کاراش استفاده میکنه. لی استراسبرگ و متد استل آدلر. حالا اینا کتاب دارن، میتونید از نشریات مختلف که ترجمه شده بگیرید، بخونید و دقیقش رو متوجه شید. حتی استل آدلر با لی استراسبرگ ارتباط تئاتری داشتن و میشه دقیق‌تر مفهومش رو فهمید. خب اینا چی میگن؟ آدلر میاد بر بیس و مبنای استانیسلافسکی، مبنا رو میذاره بر حس. میگه شما باید نزدیکترین حس رو با کاراکتری که دارین ارتباط برقرار کنین. حس مبنای اصلیش بر این اساسه. حالا جلوتر یه کسی میاد به نام مایزنر که در نقد آدلر میگه شما نمیتونی مبنای اصلی رو بر پای حس بذاری. مثلا یه حیوان، مثلا مار عصر حجر دنبال تو کرده توی فیلم و قرار بدوی دنبالت، تو چجوری میخوای حس اینو عمیقا با کاراکتر برقرار کنی؟ در نقدش میاد این متدو میذاره که میگه تو باید روی کاراکتری که داخل متن بهت، داخل فیلمنامه داده شده بررسی کنی. یعنی میاد پاشو میذاره جاپای استانیسلافسکی توی مرور و مطالعه و تحقیق روی کاراکترها. مثل این قایقی که الان دارید میبینید در کنار ما رد میشه با صدای بسیار زیاد. صدای قایقه. آره. توی این عرصه شاید محبوب ترین متد واسه خودم متد اکتینگه. دریا شد و موج و دریا شد. محبوب ترینش متد اکتینگه واسه خودم، متد لی استراسبرگ، که به نظر من یکی از شاهکارترین بازیگرهای تاریخ سینما دنیل دی لوئیس از این متد پیروی میکنه. متد اکتینگ یک متد بر اساس
تجربه کاملا شخصی با اون کاراکتر در زندگی حقیقی بازیگر. سخت شد. یه دور دیگه میگم، من بازیگرم، میخوام نقش یک کاراگاهو بازی کنم. در زندگی عادیم پشت دوربین مثل یک کاراگاه زندگی میکنم، میرم با چند تا کاراگاه صحبت میکنم، با چند تا کاراگاه گپ و گفت میزنم، میرم میخونم، بهترین کاراگاه جهانو میبینم، کارگردان ازم یه سری توقعات داره و اون توقعاتو میاد بر این اساس میبره جلو که من تو زندگی عادیم همین شکلی هم. مثال، کاراگاه ما تیک داره، پلک عصبی داره که تیکشه و پلکش میپره. اون بازیگر پشت صحنه هم این اکتو توی خونهش، جلوی همسرش، پیش پدر مادرش، پیش خواهر برادرش حفظ میکنه و در واقع اخت میشه با اون کاراکتری که بهش سپرده شده و این متد شاهکارهایی رو به وجود میاره. اگه دیوانه باشه باید یه عمر دیوانه زندگی کنه. یک عمر نه، توی اون پروسه بازی میکنه. یکی از شاهکارهایی که به وجود میاد فیلم پای چپ من دنیل لوئیسه که این کاراکتر، برید بخونید، بی نظیر پشت صحنه همون شخصیت رو میبره جلو و یه همچین شاهکاری رو خلق میکنه و تمامی فیلمهاش، آلپاچینو، پدرخوانده، نیکلسون، جوکر، فیلمهای متعددی که داره و این میشه بیس بازیگری. شاید همه فکر کنن بازیگری کار آسونیه، بازیگرا میگن سخت‌تر از کار معدنه. هر دوتا حرف درسته، ولی حرف دقیق تر اینه که بازیگر خوب بودن سخته. یعنی شما الان اومدید از استانیسلاوسکی و دوستانمون درباره متد اکتینگ صحبت کردی که بخوام خیلی ساده بگم، اون چیزی که فهمیدم میشه این که شما اون زمانی که قراره اون نقش رو بازی کنی واقعا خودت رو بیرون از فیلم هم اون آدمه، دقیقا. اون کاراکتره دقیقا. کن دقیقا. که در مقابل دوربین جزئی از اون زندگی دقیقا. اون موقعیتت باشه. دقیقا. کلن متدها میان برای ساخت بازیگر قوی، بازیگری که قرار موندگار شه در ذهن مخاطب حتی اگه روزی بمیره. متد کارش اینه، به تو روش میده و در این حال بازیگرها این متدا رو پرورش میدن. یعنی اگر آلپاچینو، اگر دنیل دی لوئیس الان بیان کتابی بنویسن بر پلاس متد اکتینگ، قطعاً این متد پیشرفت خواهد کرد و کسی که این متد رو معرفی کرده و به نظرم دعای همه هنر دوستا و بازیگر دوستا و پشت سرش باشه، لی استراسبرگ، که ما ازش میتونیم داخل فیلم پدرخوانده به عنوان یک کاراکتر و به عنوان بازیگردان آلپاچینو یاد کنیم. خدا خیرش. علیرضا، من فکر می‌کنم یکی از مثالای شاهکاری که توی متد اکتینگ میشه گفت اونطوری که گفتی، بازی هیت لجر مرحوم در فیلم بتمن آقای نولان که اونجا نقش جوکر خفاشو میکشه. دقیقاً. معروف ترین در واقع بازیگری که شاید همه بشناسن و بدونن که این اتفاق چرا افتاده، هیث لجره که تو فیلم نولان بازی کرد، قبل از این که جایزه‌شو بگیره مرد و تو مراسمش همه برای شخصی که یه شاهکار خلق کرد و دیگه بین ما نیست براش دست زدن. گفتی که این آدما به حس خیلی تاکید داشتن توی بازیگری، چجوری؟ یعنی چیکار کنن؟ بیاین یه امتحانی کنیم. من یه تکنیک میگم که شما همین الان میتونی گریه کنی جلو دوربین و حتی این تکنیک نیاز به حسگیری قبلی نداره. شما ممکن وسط یک پلان تصمیم به گریه بگیری یا در واقع کارگردان ازت گریه بخواد ولی نتونی. این تکنیک قطعا گریه رو میاره. عینکو برداری بدیم من. خب اصلا موزه چشو بمالین، چشو بمالین زیاد 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 زیاد، قشنگ، ایراد نداره، قشنگ 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 قشنگ. خب بدون اینکه پلک بزنین رو به افق خیره شین و سعی کنین چشتون بالای پلکو ببینه. 30 ثانیه پلک نزن آقای وکیلی. خندم میگیره، میدیدی؟ دوباره گریه برادر، من خندم میگیرم. نگه دار نه نه پل کن، نگه 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 نگه. شما داری زور هم میزنی، میسوزه. کم کم باعث میشه که اشک بیاد یا حس این که کسی تو چشماش اشک حلقه زده میاد، ولی
تکنیک حسی کجا، تکنیکی که بخواد القای حس کنه کجا، و اون چیزی که از حس اومده کجا. نمونه هاش زیاده، دیدین تفاوتش دقیقا. یه قطره میپاشم تو چشم، چه کاریه تفاوت؟ نه مثلا شما وسط پلان که نمیتونی قطره بریزی. الان من شما یه دیالوگ با هم داریم شروع شده و کارگر حسو شما نمیتونی اونقدر در واقع آره هندل کنی. به خاطر همین این متد ها هست. یعنی شما ممکنه که عوامل سر و صدا کنن، یه روز عوامل نذارن، یکی بخواد شوخی کنه، هر اتفاقی میتونه باعث شه که شما یک روز سر صحنه سر یک پلان مهم حس نداشته باشی. دم علیرضا ضیایی عزیز گرم که تو این ویدیو محتوای خوبی رو مهمونمون کرد. ممنون از شما. هر چیز ازش خودم یاد گرفتم، امیدوارم که درد شما خورده باشه. تا دیدار دیگه، برید و کارهای خفن بسازید. Everybody knows.